شخصیتی گذاشت و به سفر جاودانگی رفت. کمتر دیدم رسانه ها به او بپردازن، در حالی که او یکی از مهمترین دانشمندان قرن بیستم بود، یکی از دانشمندان دوران ما. یک ایرانی به نام پروفسور علی جوان، همینانم مخترع لیزر، یکی از دوستان ارجمند ما دانشفرز نازنین آقای دکتر علی نیری که با او ارتباط داشت، بارها آقای دکتر جوان رو دیده بود، با او گفتگو کرده بود، امروز با ما هستند. خیلی دلم میخواد ایشون اطلاعات بیشتری درباره علی جوان به ما بدن که بدونیم که چه چهرهایی ما داشتیم در سطح جهان که اینها میتونستن واقعا نهادهای علمی در ایران رو زیر رو کنن، ما رو صاحب یک بنیان اساسی علمی بکنن در مملکت و میهنمون. رو متاسفانه این فرصت ها رو ما از دست دادیم به خاطر این انقطاع تاریخی که در طی این 3-4 دهه اخیر پیش آمده. دوره عوام زدگی شروع شد، در نتیجه شعرهای نام‌آور در قلمرو علم یا میتونستن در مملکت خودشون منشأ تحولات بزرگ بشن، از سرنوشت ما رو زیر رو کنن، ما رو پا به پا بکنن با جوامع پیشرفت‌های صنعتی، همه از کف رفت. آقای دکتر علی نیری درود بر شما. درود به شما جناب آقای مهندگان گرامی و سپاس از فرصت که به من در مورد یکی از مهمترین شخصیت‌های علمی کشورمون صحبت بکنم. تشکر می‌کنم آقای دکتر. من مبالغه‌ای که نکردم در مورد علی جوان. نه واقعا تازه کم هم گفتین آقای میبودی. من خوشحالم که به حال به درستی شما اشاره کردید که متاسفانه آنچنان که باید شاید، یعنی من به غیر از شما آقای میبودی نمی‌شناسم که خبرگزاری رسانه فارسی زبانی در مورد علی جوان و فقدان این دانشمند بزرگ ایرانی گزارشی یا مطلبی تهیه کرده باشه. برای من واقعا باعث تأسفه و این هم به قول شما یکی از نشانه های عوام زدگی جامعه کنونی ماست. به نظر من شما ببینید خبرهایی که در مورد واقعا در رأس خبرهای گزارشی درون کشور یا بیرون کشور میاد مربوط به چه کسانی و یا دعواهای بین پرسنل خواننده ها با شرکت کننده هاشون، چیزای از این نوع. من نمیگم اون نوع خبرها نباید باشه، ولی اینکه صرفا راجع به این مسائل باشه نشان دهنده از اون نوع عوام زدگی است که بر همه امور ما ایرانی ها جاری شده متاسفانه. اما دکتر علی جوان رو هم تا که شما به درستی اشاره کردید آقای میبودی، من این بخت رو اقبال داشتم که چندین ملاقات باش داشته باشم، چه زمانی که دانشجو بودم و چه پس از اینکه مدرک دکتری فیزیکم رو گرفته بودم. البته برای فیزیک پیشگان حداقل میخوام بگم که دکتر جوان شخصیت کاملا شناخته شده ای بود، به علت اینکه ما میدونستیم علی جوان اولین مخترع لیزر گازی هلیوم نئون هست. حالا من در مورد اهمیت اینم توضیح میدم، اما اجازه بدید به طور مختصر بگم که علی جوان در 26 دسامبر 1926 که یک شنبه بود و برابر با 10 دی ماه 1305 خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. او در یک خانواده آذری به دنیا آمد، اما تمام تحصیلات دبستانی و دبیرستانی و حتی لیسانسش رو در تهران انجام داد. او یکی از شاگردان دکتر محمود حسابی در دانشکده علوم دانشگاه تهران بود. پس از اون به نیویورک آمد و در نیویورک با یک فیزیکدان بسیار معروفی آشنا شد به نام تاونز که با او در زمینه‌های نورشناخت کوانتومی، کوانتوم آپتیکس و میزر که در واقع میشه گفت یه مقدار شبیه باید بگیم پدران نسل پیش از لیزر بودن و بعد هم در مورد ساخت لیزر کار کرد و کار بسیار بزرگی که انجام داد، ساخت اولین لیزر گازی
نئون، هلیوم نئون بود. حالا اهمیت کار دکتر جوان در این هست که در واقع راه رو باز کرد برای اون چیزی که امروز ما انواع مختلف لیزرهای گازی رو می‌بینیم، انواع مختلف کاربردهای لیزر رو می‌بینیم. البته تئوری لیزر برای نخستین بار توسط نابغه قرن بیستم آلبرت اینشتین داده شده بود. او یکی از پایه‌گذاران فیزیک کوانتومی بود، گرچه بعداً از منتقدین اصلی فیزیک کوانتومی درآمد. و جالب هست که بگوییم که نورشناخت کوانتومی رو هم به یک معنا اینشتین پایه‌گذاری کرد و اولین کسی که در مورد ضرایب A و B در لیزر صحبت میکنه که برای کسانی که در این شاخه هستن بسیار شناخته شده هست، آلبرت اینشتین است. ولی فرق بسیار زیادی است از تئوری تا عمل، بنابراین خود اون یک دنیای دیگه و افرادی همونطور که در فضای مجرد فکر کردن، در فضای انتزاعی فکر کردن و تئوری‌های انتزاعی دادن کار بسیار سختی است که کسانی مثل اینشتین و کسان دیگه در حال حاضر در حال انجامش هستند، به همون ترتیب هم مشکل هست که اون افکار انتزاعی رو ما بتونیم به کاربردی براش پیدا کنیم و به مرحله عمل برسونیمش. به این دلیل هست که در واقع کار کسانی همچون علی جوان یا مهندسینی که این روزها از افکار انتزاعی دانشمندها کاربردهای عملی به وجود میارن بیشتر باید قدر شناخته بشه. به هر حال علی جوان با استفاده از تئوری‌های موجود توانست که نخستین لیزر گازی رو بسازه و همونطوری که گفتم راه رو برای چیزی که امروز بهش ما الکترونیک کوانتومی میگیم و اپتیک کوانتومی میگیم باز کرد. جالبه که بدونید کم کم این بخش اونقدر داره کاربردی میشه که از دانشکده‌های فیزیک داره خارج میشه و الان بخشی از مهمی از پژوهش‌هایی است که داره در دانشکده‌های برق و الکترونیک در سراسر دنیا انجام میشه به علت کاربردهای فراوانی که پیدا کرده. امروز دیگه لزومی به گفته من نیست، فکر می‌کنم همه بینندگان کمابیش با کاربردهای مختلف لیزر از لحاظ علمی که به کنار، با کاربرد لیزر در پزشکی به فراوانی آشنان، در صنعت، در تکنولوژی و حتی در صنایع نظامی، صنایع اتمی با کاربرد لیزر آشنا باشن. و همین دلیل من میخواستم اشاره کنم که کار بزرگ جوان در واقع راه رو باز کرد برای اون چیزی که امروز تکنولوژی ما دست پیدا بهش کرده. من نخستین باری که با دکتر جوان با نامش آشنا شدم از طریق خواندن کتاب‌هایی بود که ما در دوره لیسانس باید یک درسی هم میتونستیم بگیم در زمینه نور و اونجا اکثر کتاب‌هایی که در زمینه نور نوشته شده بود به اسم علی جوان اشاره کردم. برای همین میگم که برای فیزیک پیشگان حداقل نام او بسیار آشنا بود، گرچه شاید برای جامعه ایرانی کمتر آشنا بود. اگر که فرصتی باشه آقای میبودی، من در مورد ملاقات خودم با دکتر جوان هم حتما. فقط قبلش به ما بفرمایید که اختراع لیزر مربوط به چه سالی میشه یا چه سالهایی؟ بله ببینید، من یادم رفت یک کار دیگه بزرگی هم که با همین به خاطر اختراع لیزر دکتر جوان و استادشون تاونز انجام دادن، اندازه‌گیری بسیار دقیق سرعت نور بود. یعنی تا اون زمان ما بهترین اندازه‌گیری که شده بود دو دانشمند آمریکایی به نام مارکلسون و مورلی انجام داده بودن که بعدش هم جایزه نوبل رو گرفتن به همین دلیل. ولی بعد از اون با تکنیک لیزر که ساخته شده بود توسط جوان، در واقع اینها توانستن با دقت بسیار زیادی سرعت نور رو اندازه بگیرن. ولی لیزر گازی در سال 1961 ساخته میشه و بعد هم لیزرهای گازی دیگه البته ساخته میشه، ولی راه رو در واقع دکتر جوان و همکارانشون باز کردن در آینده. من فکر میکنم اگر ما بخوایم زمانی بگیم که به طور واقعی بگیم ایرانی بود که سزاوار و شایسته دریافت جایزه نوبل فیزیک بود و به هر دلیل متاسفانه به او داده نشد، او حتما علی جوان بوده.
به نظر بسیاری او شایسته دریافت جایزه نوبل بود. البته من فکر می‌کنم در مورد جایزه نوبل فیزیک من قبلا با شما صحبت کردم که کسی نبوده که جایزه فیزیک نوبل رو گرفته باشه و مستحقش نباشه، اما سزاواران بسیار زیادی بودن که بنا به دلایل بسیار زیادی متاسفانه به دریافت این جایزه نائل نشدن. به همین دلیل کاری که در واقع لیزر کرد، حالا بعدا هم اشاره میکنم که حتی بعدها در هم در زمینه نظامی، مثلا در زمینه جنگ سرد قرار بود مورد استفاده قرار بگیره، تکنولوژی که توسط جوان و همکارانش توسعه و گسترش پیدا کرد و بعد خوشبختانه بعد از پایان جنگ سرد در یک نوع اخترشناسی نجوم اپتیک یا نورشناخت تطبیقی مورد استفاده قرار گرفت که جزئیاتش رو اگر وقت بشه حتما خواهم گفت. تشکر میکنم آقای. تو اونجا که من مطالعه کردم به نظر میرسه که آقای جوان جز نخستین شخصیت‌های علمی بودی که در دانشگاه MIT به استادی رسیده، یا نه؟ همینطوره. ببینید آقای میبودی، خیلی خوشحالم به این مسئله اشاره کردید چون من فراموش کردم بگم بعد از اینکه جوان PhD شده در نیویورک میگیره با درجه دانشیاری، یعنی اونقدر از نظر علمی شخصیت شناخته شده ای بوده در زمان خودش، چون میدونید شما وارد دانشگاه میشید که از مرحله استادیاری شروع میکنید، دانشیاری و بعد استاد تمام یا فول پروفسور شدن. بنابراین در واقع یک مرحله رو جوان رد میکنه در دانشگاه MIT. در خود MIT این خیلی خیلی کار، یعنی خیلی جالبه که بدونید بسیار کسانی بودن که با درجه دانشیاری در دانشگاه های دیگر در دانشگاه MIT مجبور شدن از استادیاری شروع کنن به خاطر سختی کاری که در MIT وجود داره و اون معیارهای بسیار سختی که در MIT به عنوان یکی از برترین دانشگاه های فنی دنیا وجود داره. اما جوان در واقع ورودش با سمت دانشیاری هست به دانشگاه MIT و تا جایی که من میدونم، تا جایی که من تحقیق کردم، فکر میکنم علی جوان اولین استاد ایرانی دانشگاه MIT بوده. البته الان خوشحالم که میدونم استادان بیشتری رو با ایرانی تبار در دانشگاه MIT داریم. نمونه بسیار بزرگ اون در زمینه فیزیک استاد مهران کاردر هست که اون هم از مفاخر جامعه علمی ما هست و امیدوارم که قدر مهران کاردر و کاردرها هم شناخته بشه در زمان خودش. ولی به هر حال دکتر جوان رو من فکر میکنم با قطعیت بسیار زیادی بتونیم بگیم که اولین استاد ایرانی دانشگاه MIT بوده. تو شور نه یری با توجه به اینکه ما الان شمار زیادی شخصیت علمی داریم، دانشمندانی که یا در آزمایشگاه های تک سرگرم کار هستند یا نقش مدیریت دارن بسیاری از مؤسسات در همین ایالات متحده آمریکا یا تدریس میکنن در دانشگاه های مهم صنعتی و تکنولوژیک، اگر یک سیستم مغزگریز در ایران وجود نداشت، مغزهای ایران رو پراکنده کنه، بیرون کنه، اینا رو جمع میکردن در ایران، ما امروز یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه های تک بودیم، نیست؟ متاسفانه همینطوره. یعنی شما میدونید که الان با توجه به میزان بی سابقه فرار منابع فکری و منابع انسانی از ایران که قبلها به اون میگفتن فرار مغزها، و شما وقتی که میبینید که به خصوص در رشته های فنی چقدر ایرانی هست، ما میتونستیم یکی از پیشرفته ترین کشورهای تکنولوژی های بالا یا های تک باشیم. اتفاقا خود علی جوان، شما وقتی که میخونید تاریخچه زندگی علمی او رو میبینید که چه نقش اساسی او در بل لب، میدونید آزمایشگاه های بل تا قبل از اینکه بعدا به دلایل مختلف و رگولیشن هایی که دولت آمریکا وضع کرده مجبور شد این آزمایشگاه بسیار بزرگ آمریکا تقسیم بشه به شرکت‌های کوچکتر و خلاصه دیگه اون قرب و اون به اصطلاح شماره یکیش رو از دست داد متاسفانه. ولی دهه‌های متوالی آزمایشگاه‌های بل
منبع اختراعات آمریکا بودن و شما الان کافیست که فقط برید یه مقدار تاریخچه اینجا رو بخونید ببینید چقدر ایرانی چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب در آزمایشگاه‌های بل مشغول به کار بودن و توانستن کارهای اساسی رو انجام بدن، از علی جوان گرفته که یکی از سرشناس‌ترین اونها بوده تا مهندسینی که شاید ما نامشون رو کمتر شنیده باشیم، ولی به هر صورت این یک واقعیتی است که شما بهش اشاره کردید و حالا خوشحالم که گفتید که من بگم نقش بسیار اساسی که علی جوان در آزمایشگاه‌های بل هم داشته و میگم آزمایشگاه بل زمانی مرکز تولید اختراعات بسیار بزرگ در آمریکا و بلکه در سراسر جهان بود. برای شما همینان یه روزی ما از نظر صنعتی یک دو درجه پیشرفته‌تر از کره جنوبی بودیم، امروز کره از نظر ابداعات صنعتی شماره یک جهان، شماره یک. خب آقای، تجربیات شخصی خودتون در دیدار با جوان چه اونو چگونه دیدید؟ کجا؟ میگویی من در زمان دانشجویی در ایران نخستین بار بود که دکتر جوان رو دیدم. اون موقع دکتر جوان بعد از 33-35 سال به ایران باز میگشتن و برای ماها که دانشجویان جوانی بودیم بسیار باعث خوشحالی بود که بتونیم یه همچین شخصیت علمی رو از نزدیک ببینیم. در اون زمان شاید یکی از معروفترین فیزیکدان‌های ایرانی و پیشکسوت‌ترین فیزیکدان‌های ایرانی داخل کشور دکتر یوسف سبوتی بود که هنوز هم ایشون در ایران هستند و امیدوارم در هر جا که هستن صحیح و سلامت باشن. ولی به واسطه دکتر سبوتی و کاری که فیزیکدان‌های ایرانی در مد نظر داشتن و انجمن فیزیک ایران و گفتم با کمک دکتر سبوتی این دعوت انجام شد و یک تعداد خاصی از دانشجویان و بچه‌های المپیاد فیزیک هم که فکر می‌کنم در مجموع چیزی در حدود 15-16 نفر بودیم و تعداد خاصی از استادا به این جلسه خصوصی ما دعوت شدیم، دکتر سبوتی از من خواستن که من برای کمک کردن به ارائه سخنرانی دکتر جوان برای چیدن اسلاید ها بهشون کمک کنم، چون موقع هنوز این فناوری های مدرنی که الان برای ارائه سخنرانی ها وجود داره وجود نداشت یا به این شکل حداقل وجود نداشت و برای همین ایشون در مورد این چیدن اسلاید ها از من کمک خواستن که من این کمک رو بهشون کردم. سخنرانی ایشون در مورد یک مبحث بسیار جالبی بود، هم گفتم در واقع ماها فکر میکردیم که حالا ایشون میخواد راجع به این که لیزر چه هست و چگونه کار میکنه و چه کاربردهایی داره صحبت کنه، ولی همه ای ما رو غافلگیر کردن با گفتن، یعنی با سخنرانی که در مورد نورشناخت تطبیقی با استفاده از لیزر انجام میدن. ببینید آقای میبودی، نور ستاره ها وقتی که به زمین میرسه باید از جو زمین رد بشه تا تلسکوپ ها بتونن اون رو دریافت بکنن. کاری که دکتر جوان و همکارانشون در نظر گرفته بودن انجام بدن که بعد هم به صورت یک هنجار در میان جامعه علمی در اومد، این استفاده از تکنولوژی لیزر بود به این معنا که ما هممون میگیم ستاره های چشمک زن. این در واقع غلطه، هیچ ستاره ای چشمک نمیزنه. علت اینی که ما فکر میکنیم ستاره ها چشمک میزنن به خاطر عبور نور از جو یا اتمسفر زمینه، به علت تلاطم و واقعا وضعیت آشوبناکی که در لایه های مختلف اتمسفر زمین وجود داره این حالت چشمک زنی به نظر ما میاد و اخترشناسان هم با این مشکل کاملا آشنا بودن از قرن 19 حتی و برای همین هم بود که بالاخره یک زمانی به این نتیجه رسیدن که شاید بهتر باشه که ما تلسکوپ هامون رو ببریم در بالا، در فضا، در خارج از اتمسفر که مشکلات اتمسفر رو نداشته باشیم و در واقع نور با یک شفافیت بیشتری به ما برسه که میدونیم تلسکوپ فضایی هابل در این زمینه چقدر موفق بود. ولی خب تلسکوپ فضایی پرخرج، نگهداریش مشکله و به همین دلیل ما همچنان هم از تلسکوپ های زمینی استفاده میکنیم و برای این هم که بتونیم مکانی رو برای یک تلسکوپ پیدا بکنیم خب
مراحل زیادی رو باید بگذرونه، غبار سنجی باید انجام بشه، مکانیابی باید بشه، خیلی مسائل باید در نظر گرفته بشه تا یک تلسکوپ ساخته بشه، از آلودگی نوری گرفته تا گفتم غبار منطقه، همه اینها باید در نظر گرفته بشه. حالا برفرض اینکه همه اینها شرایط مناسبی باشه که الان تلسکوپ های مدرن در چنین جایگاهایی هستن، اما همچنان شما مسئله تلاطم های جوی و اتمسفری رو خواهید داشت و باعث اعوجاج نور رسیده از کهکشان ها و ستارگان دیگه میشه. برای اینکه این مشکل حل بشه، جوان و همکارانش این روش رو ابداع کرده بودن که ما، البته این به گفته دکتر جوان شبیه همین کار قرار بوده که در جنگ ستارگان که به هر حال آقای ریگان ادعاشو کردن و باعث شد که میدونین اتحاد جماهیر شوروی پولهای کلانی رو خرج کنه، ولی با اون صحبتهایی که من از دکتر جوان و بعدن که به آمریکا آمدم متوجه شدم، اون هم هیاهوی برای هیچ بود. یعنی مرحله علمی تا یک مرحله نظامی که به اون شکل اونها مد نظر داشتن خیلی فاصله زیادی بود. بگذاریم، کاری که انجام میداد این روش این بود که شما در مدار زمین ماهواره هایی دارین، نوری از کنار تلسکوپ، نور لیزری از کنار تلسکوپ به فضا فرستاده میشه، به آینه های ماهواره برخورد میکنه یا به هر نوع بازتابگر اون ماهواره ها برخورد میکرد، برمیگشت و در هنگام رفت و برگشت این میتونست اطلاعات جوی و اختلالاتی که به نور لیزر چه هنگام خروج از جو و چه به هنگام ورود از جو، اختلالاتی که به نور لیزر وارد میشد رو سیستم میتونست تجزیه و تحلیل کنه، آنالایز کنه و در نتیجه عیناً اون تجزیه و تحلیل رو برای نور ستارگانی که از ستاره ها دریافت میشد به طور همزمان، یعنی در ریل تایم استفاده کنه. بنابراین شما ستاره های چشمک زن یا ستاره هایی که یا تصاویر سماوی آسمانی که شفافیتشون نبود، حتی یادم هست که دکتر جوان تصاویر رو نشون دادن که با تلسکوپ های زمینی شما فکر میکنید یک ستاره بیشتر اونجا نیست، وقتی که شما از این روش ادپتیو آپتیکس نورشناخت تطبیقی استفاده میکردین متوجه میشدین که در واقع اونجا دو یا حتی سه ستاره قرار داره و روش بسیار بسیار جالبی بود که میگم امروز دیگه به طور خیلی مرسوم ازش در مورد تلسکوپ های زمینی استفاده میشه. این نخستین آشنایی من با دکتر جوان بود. البته بعدا ما متوجه شدیم که دکتر جوان رو به این دلیل به ایران آورده بودن که یک مرکز تحقیقات لیزر و اپتیک در سطح جهانی و مهمترین مرکز تحقیقاتی در خاورمیانه به وجود بیاره که مدیریتش رو دکتر جوان به عهده بگیره. این زمان آقای ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود بعد از جنگ و بنا به دلایل زیادی این توافق انجام نشد و متاسفانه فرصت گرانبهایی از دست ما ایرانی ها رفت و دکتر جوان به ایران بازگشتن. البته بعدن سالها بعدتر من دو مرتبه دکتر جوان رو موقعی که خودم به MIT رفتم در اونجا ملاقاتش کردم. شنیدم که پروژه‌ای که ایشون قرار بود اجرا بکنن برآوردی هم کردن رو محاسباتی یه چیزی حدود 100 میلیون دلار بودجه می‌خواسته. وقتی ایشون این پروژه رو عرضه می‌کنه گویا دولت آقای رفسنجانی و مسئولانی که در دولت بودن نگاه میکنند و میگن میشه با 100,000 دلار سرتاش به هم بیاری؟ همچی چیزیه؟ بله، حالا من گفتم آقای مطمئن نیستم چقدر، ولی واقعا رقم پیشنهادی اختلافش با رقمی که دولت میخواست قبول کنه واقعا خنده‌دار بود. یعنی من حتی خودم به شخص زمانی که در ایران بودم یه مقداری باید بگم گله‌مند شدم از آقای زنده یاد دکتر جوان. فکر میکردم که او باید به خاطر عرق ملیش حتما میمون و این کارو میکرد. امروز میفهمم که نه، کار حرفه‌ای کردن باید حرفه‌ای انجام بشه و نمیشه مدل هیئتی و مسجدی یک کار درجه یک علمی رو انجام داد. به همین دلیل هست که امروزه متوجه ساده لوحی و بی تجربگی و بچگان نگاه کردن به این موضوع میشم و میفهمم که چرا علی جوان وقتی که فرض کنیم پیشنهاد یک
بودجه 100 میلیون دلاری برای ساخت این پژوهشگاه لیزر در کرمان رو داد و با یک پیشنهاد مسخره‌ای از طرف دولت مواجه شد، تصمیم گرفت که برگرده به ایران و این کار را انجام نده. امروز من رو میتونم کاملا درک کنم. دکتر نیاری یک دقیقه و نیم وقت داریم، به من بفرمایید که ارتباط جوان و فناوری هسته‌ای ایران، آیا هیچ ارتباطی وجود داره؟ خیلی جالبه که به این مسئله اشاره کردین آقای میبودی. من در زمانی که در MIT بودم به طرز خیلی خیلی اتفاقی از طریق یک فیزیکدان بسیار مشهور آمریکایی که مدت ها ایشون مدیر مرکز تحقیقات فیزیک نظریه دانشگاه MIT بود، سر یک میز شامی که ما بودیم راجب داستانی با من صحبت کرد که چون حالا فرصت نیست شاید این رو به زمان دیگه منتقلش کنیم، اما اشاره به این کرد که در سال 1977 وقتی که شاه به آمریکا و دانشگاه هاروارد قرار بوده به ایشون یک دکترای افتخاری بده، در همون زمان مذاکراتی رو با دانشگاه MIT شروع میکنن مبنی بر تربیت متخصص در زمینه فیزیک هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای و خلاصه در زمینه فناوری هسته‌ای و قرار میشه که دولت وقت ایران، دولت شاهنشاهی 20 میلیون دلار به MIT بده و در قبالش در طی 10 سال بعدش متخصصین ایرانی که به دانشگاه MIT میان در این زمینه تربیت بشن. کاری ندارم که این اتفاق، یعنی این پول گرفته میشه، این اتفاق نمیفته، دانشجویان میان، دانشجویان انقلابی بودن بیشتر از اون که به قول این استادای آمریکایی در سر کلاس ها بیان، در تظاهرات ضد شاه شرکت میکنن و بعد از انقلاب هم به ایران برمیگردن و نهایتا این پول در واقع به خود MIT میرسه بدون اینکه خرج بچه های ایرانی بشه و زمانی هم که بنا به گفته این فیزیکدان آمریکایی وقتی که این پول رو میگن با کار کنیم، دولت آمریکا اشاره میکنه که چون گروگانگیری انجام شده این پول رو میتونه MIT برای همینجا رو داشته باشیم. دکتر نایر سپاسگزارم، اسباب تأثیر چه اتفاقاتی افتاده واقعا. تشکر، سپاس از شما، تا دیداری دیگه.